Всім привіт! Я Валя, хочу мати дарса сіву сівому забони Русі. Дарса кабель, а ваза шекля асомі дар винітельні падеш йод гілевтім. Валі фахад асомі ему фред вагофтам, ке асомі джамру джодо барасі мікунім. Пас алон берім бебінім асомі туалати джам чи джорі дар винітельні падеш аваз мішам. برای صرف اسم در حالت جمع در وینیتلی پدیش اولین کاری که باید انجام بدیم باید ببینیم این اسم جان داره یا بی جانه. در زبان روسی جاندارها همه انسان محسوب میشن، حیوانات و روسی حتی از بابوزی هایی که به شکل انسان یا حیوان مثل جاندارها صرف میشن. خوب از بی جان ها شروع میکنیم. اگر اسم در اصل بی جانه، بی جان است، این اسم در حالت جمع در وینیتنی پدیش اگر قرار میگیره شکلشو عوض نمی کنه، عوض نمی کنه، یعنی همون شکل حفظ میکنه که در وینیتنی پدیش در حالت جمع داره. پس میتونیم نتیجه گیری کنیم برای در کل اسامی، صرف اسامی در وینیتنی پدیش اینه که اسامی مذکر بی جان صرف نمیشن، شکلش رو عوض نمی کنن در وینیتیوی پدیش. بعد اسامی مؤنث که تو آخر مهکی زنگ دارن هم عوض نمیشن، همه خونسوها عوض نمیشن و مورد چهارم همه اسامی بی جان در حالت جمع. خوب پس چهار تا مورد اینطوری داریم که کارمو آسان در میکنه. خوب و این مورد صرف نظر از جنس این اسم اتفاق میفته، چون وقتی اسم در حالت جمع قرار گرفته از این به بعد جنسش برایمون مهم نیست، ولی بیاید چکش میکنیم. خب مثلا جنس مذکر، اسم مذکر مثال بزنیم، مثلا خونه باید جمعشو بگیم، دوم مفرد درست، دوم و شکل جمعش یکم استثنایی است، دما میشه، دما خونه ها میشه دما، دما و دما در وینیتیوی پدیش عوض نمیشه، همون دما میمونه. بید بگیم این شرکت خونه ها می سازه. این شرکت میشه چی؟ کمپانیه این اتا، درسته؟ اتا کمپانیه، اتا کمپانیه، اتا کمپانیه ساختن از درش میشه ستروید و برای شخص سوم باید ایت رو حذف کنیم و آخر شخصی ایت اضافه کنیم، درسته؟ ستروید، ستروید، ایتا کمپانیه ستروید. ستروید چی رو میسازه؟ خونه ها رو میسازه. خونه ها مفعول مستقیم جمله است، درسته؟ پس باید در وینیتیوی پدیش قرار بگیره. خوب چی باید بگیم برای خونه ها؟ باز دما، درسته؟ چون دما در وینیتیوی پدیش عوض نمیشه، دما شد. اتا کمپانیه ستروید دما، اتا کمپانیه ستروید دما، این شرکت خونه ها میسازه. خوب بیت اسم مؤنث در نظر بگیریم، مثلا شکلات ها، شکلات مفرد میشه کانفیتا، جنسش مؤنثه، درسته؟ در و در حالت جمع کانفیتا میشه ابو، ای عوض میشه کانفیتی، کانفیتی. خوب بنویسیم کانفیتی، کانفیتی و در وینیتیوی پدیش تولکی گفتم عوض نمیشه. خوب بید بگیم ما شکلات ها میخریم، خریدن مصدرش میشه چی؟ پاکوپاچ، درسته؟ پاکوپاچ، پاکوپاچ و برای صرفش باید چی رو حذف کنیم و آخر شخصی برای ما اضافه کنیم، میشه می پاکوپایم، می پاکوپایم، ما میخریم، می پاکوپایم، پاکوپایم. چی رو میخریم؟ شکلات ها رو، درسته؟ شکلات ها مفعول مستقیمه
پس باید در وینیتن پدیش قرار بگیره، ولی چون بیجانه و در حالت جمعه باید همون کنفیتی میمونه بمونه. می پکوپایم کنفیتی، می پکوپایم کنفیتی. مثلا می پکوپایم کنفیتی в магазині. می پکوپایم کنفیتی в магазині. ما در مغازه شکلات ها میخریم. خوب و خونسوم بید بگیریم در حالت جمع. مثلا کلمه تکلیف بگیریم یعنی زدانیه. این خونسوی درسته به خاطر یه. و برای اون که جمعش ببندی بود یه با یه عوض بشه. تکلیف، تکلیف ها میشه زدانیه. 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 در وینیتلنی پدیش همون شکل میمون حفظ میکنن، یعنی عوض نمیشن. مثلا بید بگیم آنها تکلیف رو انجام میدن. انجام دادن دیلت هم هست ولی کلمه دیگه هم هست، مصدرش میشه ویپلنیت. 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 و ویپلنیت مثل پکوپات باید سر بشه، یعنی چی رو باید حس کنیم و آخر شخصی اضافه کنیم. آخر شخصی برای آنها میشه یود اینجا. Они выполняют. Они выполняют. Он ганджом мидан. Они выполняют. Выполняют. Чиру анджом мидан. Так лив хору. Так лив хо бос мав уле мусахимас. Я не дар внесенный падеж будет харор бегере. Вачун. Шекли джам доре. Так лив хо ваби джоне. مثل همون شکل حفظ میکنه مثل در امینیتن پدیش درسته. پس شد انی ویپلنیایوت زادانیه. انی ویپلنیایوت زادانیه. خوب پس دیدید که صرف نظر از جنس دوم مذکر کنفیتا مونس و زادانی خونسو اگر اسم در حالت جمع قرار گرفته و بی جونه دو شرایط در وینیتن پدیش عوض نمیشه. خوب بریم سراغ جندرها. خوب پس فهمیدیم که بی جانها صرف نمیشن ولی جندرها میشن. پس اینجا جندرها می نویسیم و وقتی در باره جندرها صحبت میکنیم منظورمون اسم مذکر یا اسم مؤنث، یعنی فقط بین اونو جندرها هستند. اونایی که خونسون جندر نیستن و غیر از دیجا همه بی جانن. پس منظورمون فقط مشکوی رود و جنسکی رود. خب مورد اول، اگر اسم در حالت مفرد با حرف بی صدا ختم میشه به این حرف، وقتی این اسم در حالت جمع و در فینیسین پدیش قرار میگیره آخر اوف، آخر اوف اضافه میشه. مثلا کلمه دونیجو بگیریم، پسر دونیجو، ستودینت، درسته؟ ستودینت، ستودینت. و وقتی میخواییم بگیم دانشجویان رو، یعنی ستودینت رو در حالت جمع و در وینیسین پدیش قرار بدیم، باید به ستودینت آخر اوف اضافه کنیم. آخر اوف. بید بگیم مدرس دانشگاه دانشجویان رو می آموزه، به دانشجویان یاد میده. خب مدرس دانشگاه میشه پریپادواتل. پریپادواتل. خوب آموختن یا دادن میشه اوچیت. گفتیم که اوچیت دو معنی میتونه داشته باشه. یا یاد گرفتن، مثلا یا اوچو روسکی یزیک، من زبان روسی رو یاد میگیرم. یا یاد دادن مثل اینجا پریپادواتل اوچیت. برای شخص سوم برای پریپادواتل میشه اوچیت. Просто учит. Преподаватель учит. Кого учит? Донижджойон ру. Просто донижджойон инжо дарвинительный падеж будет харор бегере. Донижджойон мише студенты. Вали барой сарфаш будет бе шекле муфредеш негох коним.
یعنی студент و به حرف بصدات آخر اوف به چسبونیم شد студентов. преподаватель учит студентов. преподаватель учит студентов. خوب خوب یه نکته مهم اینجا اینه که اگر حرف بی صدایمون حرف ص هست حرف ص و در واقع چهار تا حرف مر اضافتن یعنی ژ ش چ و ش ولی تو این مورد فقط به حرف ص نیاز داریم اگر بعد این حرف ص آخر کلمه این آخر کلمه فشار ندارد فشار ندارد بروش بر آخر این کلمه تو آخر در وینیتنی پدیش نه اوف میگیره ولی یف نه اوف ولی یف مثلا مرد ایرانی مثال بزنی مرد ایرانی میشه ایرانیت درسته ایرانیت ایرانیت خوب و باید بگیم ایرانی ها رو یعنی ایرانیت رو در حالت جمع و وینیتنی پدیش قرار بدیم خوب اول ببینیم که باید حتم شد درسته پس برای اون که این کلمه رو صرف کنیم باید یه حذف کنیم خوب یعنی کلماتی که باید حتم میشن معمولا یه حذف میشه خوب و بعد بگیم ایرانی ها رو ایران ایران یه حذف شد ص و ببینیم ایرانیت فشارمون بر اساس کلمه است درسته بر آخر کلمه نیست پس اگر بعد ص آخر براش فشار نداره باید آخرمون یف بشه نه اوف پس شد ایرانسف ایرانی ها رو شد ایرانسف آخرمون یف شد مثلا مدرس دانشگاه ایرانی ها رو می آموزه به ایرانی ها یاد میده این میشه преподаватель учит иранцев преподаватель учит иранцев خب مورد دوم ولی در واقع خیلی کوچیک چون کلمات اینجور کلمات کمن اگر کلمه با ی ختم میشه این ی در حالت جمع وینیچنی پدیش آخر یف باز میگیره یف مثلا کلمه قهرمان یعنی گروی در حالت مفرد گروی در حالت جمع قهرمانان رو میشه چی؟ گرویف درسته گرویف گرویف آخر یف میگیره ی با یف عوض میشه بگیم در کشورمون به یاد قهرمانان هستن خوب در کشورمون چی جوری بگیم کشورمون در ایمنیتنی پدیش چی میشه کشور سترانا کشورمون ناشا سترانا و در کشورمون در پریلوژنی پدیش چی میشه ناشا میشه ناشی سترانا میشه سترانی درسته میشه в нашій стране در کشورمون в нашій стране в нашій стране в нашій стране به یاد کسی یا چیزی بودن چی میشه پومنیت درسته پومنیت و برای صرفش باید ایت رو حس کنیم و آخر برای آنها یاد بذاریم میشه پومنیت پومنیت یعنی الان آنها میگیم یعنی کلن مردم خب در کشورمون به یاد قهرمانان هستن یا قهرمانان رو به یاد دارن درسته پس قهرمانان رو باید در فینیتنی پدیش قرار بگیره پومنیت کاوو پومنیت گرویف درسته قهرمانان رو گرویف В нашій стране помнят героїв. В нашій стране помнят героїв. Яні дар кешварамун кахраманон ру байот доранд. Хуб, маурэд сэвом. Ін ас. Ва ін маурэд, маурэд авалю, маурэд ду, агар дэхат кардін, факат барой
اسامی مذکرن، چون فقط اسامی مذکر با حرف بی صدا یا با ی ختم میشن، درسته؟ خب ولی مورد سوم هم برای مذکرها و هم برای مؤنثها است. اگر کلمه با چهار حرف مور یعنی ژ، ش، چ، ش و همچنان مهکی زنگ ختم میشه بعدشون و مهکی زنگ با اون عوض میشه با یی، با آخر یی، و معمولا این یی تحت فشار میشه. خوب مثلا کلمه شوهر بگیریم میشه موژ، درسته؟ موش با ژ ختم شد و برای اون که بگیم شوهرها رو به حالت جمع در وینیتنی پدیش میشه موژی، موژی، موژی. مثلا بیوید بگیم همسرها شوهرها رو دوست دارن، همسر خانوم میشه ژنا و تو حالت جمع باید اینو هم یاد بگیرید میشه ژونی، ژونی. خب ژونی لوبت موژی، همسران شوهران دوست دارن. خب کلمه بعدی مثلا دکتر یعنی چی؟ یعنی врач، врач. باز ببینید با چ ختم شد، پس دکتران رو در وینیتنی پدیش میشه врачей، врачей. آخرمون اینجا و اینجا یه هست، врачей. خوب یا مثلا با مهکی زنگ کلمه بگیریم معلم، اوچیتل، اوچیتل، اوچیتل. چی میشه؟ بود مهکی زنگ با یه عوض بشه، درسته؟ میشه اوچیتلی و فشارمون میره آخر کلمه اوچیتلی بر آخر اوچیتلی، اوچیتل، اوچیتلی. بیاید مثال بزنیم باید به دکتران و معلمان احترام گذاشت. خوب باید میشه نوژنه، نوژنه. و بعد این کلمه باید مصدر بیاد، مصدرمون احترام گذاشتن است، احترام کردن، این میشه اوواژات. پس باید بگیم نوژنه بعد مصدر اوواژات، уважать. Прости, если бештаре каламоте группы е сарф мише, будет тюрохас куним, а хараш ахсе зафе куним. Нужно уважать киро, чи кассиру, доросте, докторонру, яни врачей, врачей, ва, яни и, молемонру, учителей, учителей. Нужно уважать врачей и учителей. Врачей и учителей. Хува, я каламегам, бо мягкий знак, хе джинсэш муанасэ. Чун уно музыкарго будет фалит, баро унки ам йодатун больше, хе хеванот хам. Джон Доран, каламея лошадь, яни асп, мы соль безаним, лошадь. Лошадь. Дженсеш будет йод бегерит муанасе. Бо мягкий знак хатм шот, пас азбхору миша лошадей. 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 Хуб, масалан, ман митунем бегам, ман азбхору хейли дуздорам. Ин миша, я очень люблю лошадей. Я очень люблю лошадей. Ман азбхору хейли дуздорам. Ман уреде آخر یعنی مورد چهارم مربوط به کلماتی است که با ا ختم میشه. در حالت جمع و در وینیتنی پدیش این ا میره، میره، نیستش. خوب مثلا کلمه خانوما رو باید بگیم. خانوم میشه جنشنه در حالت مفرد، باید به حالت مفرد نگاه کنیم اول، جنشنه، درسته؟ женщина. و برای اون که بگیم خانوما رو
Боет ару хасконим. Миша женщин. Женщин. Бит бегим боет бахуному эхтером гозоешт. Инчи миша? Нужно уважать женщин. Нужно уважать женщин. Боет эхтером гозоешт. Нужно уважать... Чикасеро. Кого? Женщин. Нужно уважать кого? Женщин. Хуб, алон калеми мар, дьяни мужчина. Мы сольба за ним кебо он кебо харфе, а хат мише вали табиатан джинсеш музакары, дросты. Мужчина, мужчина. Вабро он кебеги мардон ру, и мише будет ару хаскуним. Хуб хаскардим чот мужчин, мужчин. Пас мужчин шекли... Мужчина дар холате джам дар винитильный падеж хаст. Хуб бейт бегим боет аз мардом ситоеш карт, аз мардом тариф карт. Хуб боет мише чи, мише нужна. Дросте, мысли инджо. Инджо, нужна. Нужна. Хуб ситоеш карт маздареш мише хвалить. Вабады нужна боет маздар безорим. Хвалить. Хвалить. Чикасеру. Нужно хвалить чикасеру. Бады хвалить будет дар забонной Руси эсм дар винистин падеж бьет. Мужчин. Дорост, нужно хвалить мужчин. Мужчин. Нужно хвалить мужчин. Вали агар табиатар ин чумлару бегам тартибе каламот еще ин то либехтаре. Мужчин нужно хвалить. Мужчин нужно хвалить, яни азмардон будет сито ешкар. Хуб, ва енукте, инчо хейли мухем. Инекхе агар мо ду харфе бисадо. Ду харфе бисадо. Бохам ми беним. Бейнешун будет. Харфе о йо ебиот. Харфе о йо е. Хуб, масалан, каламе, дохтара да нючу, дар назар бегирим. Яни, студентка. 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 Хуб, тепке ин конун, ае охар буе дар внитинный падеж, баро холаты джам хас куним. Доросте, хуб, хас ваш ми куним. Шот, студентк, студентк, я не се, то харф бисадо, почте сарахам кехили, сахте бару это лафос. Пас бейне инду харф бисадо, бейне тыла к, бейне инду харф бисадо, будет обезорим. Пас дохтароны донишуйон, дохтары донишуйон ру, мише, сту, ден, т, бат омиот ва бат к. Студентак. Студентак. Бейне ду харфа бисадо, харфа о умаде барое рохатер кардане талафос. Студентак. Студентка счет студентак. Маслан ман дохтароны донечуру мибинам. Я вижу студентак. Я вижу студентак. Хубио маслан каламей духтар. Яни девушка. Девушка. Хубос, бо ахатм счет, пас будет арухас к ним, доросте, мысли инконун. Валичи счет, девушк, девушк, ке ду харфа бисадо бохам, умадан тва телефозамун сахт карден, ва будет бейне шиво капас ебезорим. Мише, дохтарон ру, дар внизный падеж, мише девушек. Девушек. Бейне шевак е овордим. Вали еще момент у них бепер сичера. Бейне шевак алон е гузошти на о. Инджоке бейне ду харф мит у них энтехопкуни. Чера е энтехопгарди. Хуб, бахудера инконун. Говтам ке агар баде харфа ц ва чорто харфа мор яни. Ж, ш, ч ва ш. Бар охар баде шун. Фешор нист, фешор немиот,
بعد این حروف حرف ی میاد نه حرف او. این قانون نه فقط برای این آخر، نه برای فقط آخر یف کار میکنه، ولی اصلا برای انتخاب بین حرف او و حرف ی. اگر فشار بعد بر آخر بعد این 5 تا حرف نداریم، باید حرف ی بذاریم. به خاطر همین دیوشک فشارمون بر اساس کلمه است، درسته؟ پس بعد ش یه میذاریم نه او. خب بیاید مثال بزنیم. پسران دختران رو برای رقص دعوت میکنن. پسران میشه بارنی، بارنی، بارنی. دعوت میکنن، دعوت کردن مصدرش میشه پریگلاشات، پریگلاشات، پریگلاشات. خوب باید همینطوری صرفش کنیم مثل بیشتر فعل های گروپ یه. چی رو حذف میکنیم و آخر شخصی اضافه میکنیم. خب برای آنها آخر شخصی میشه یوت، درسته؟ پریگلاشایوت، دعوت میکنن، پریگلاشایوت، پریگلاشایوت. چی کسی رو؟ کاوو؟ دختران رو؟ دیووشک، درسته؟ دیووشک، девушек, девушек, парни приглашают девушек барой ракс, сары ракс, ингор, на танец, Миша, на танец, на танец. Парни приглашают девушек на танец. Писарон, докторон, сары ракс, дават микунан. На танец, каламей танец, ракс, инчо хам, дар. وینیتیلی پدیش قرار گرفته و به اون که به کاربردش هنوز نرسیدیم، ولی الان میتونید بفهمید. دقت کنید که تانیت در وینیتیلی پدیش میشه تانیت و جنسش چیه؟ مذکر، درسته؟ بیجون یا جون داره؟ بیجونه. و مذکرهای بیجون در وینیتیلی پدیش عوض نمیشن، درسته؟ پس танец буд و на танец در فینیتیلی پدیش موند و به زودی به کاربردش میرسیم. مثال ها رو پاک کردم، بیاید همه چی تکرار کنیم. برای صرف اسم در حالت جمع در فینیتیلی پدیش اولین کاری که باید انجام بدید باید ببینید، بفهمید بیجونه یا جون داره این اسم، چون با بیجون ها راحت اونا تغییر نمیکنه. یعنی دما همونطوری میمونه در وینیتیلی پدیش دما. اتا دما، دما در ایمینیتیلی پدیش. یا ویژو دما، دما در وینیتیلی پدیش. ولی با جوندارها این قوانین داریم. اگر اسم در حالت مفرد با حرف بی صدا ختم میشه، در حالت جمع و در وینیتیلی پدیش بهش آخر اوف چسبانده میشه. ستودینت مفرد در وینیتیلی پدیش در حالت جمع شد ستودینتف، یا ویژو ستودینتف. ولی اگر این حرف بی صدا حرف ц باشه، باید ببینید بر آخر بعد این ц فشار میاد یا نه، چون اگر نمیاد آخرش نه اوف میشه ولی یف. مثلا ایرانцев، میبینیم که فشار بر اساس کلمه اومده، درسته؟ نه بر آخر. پس ما اینجا نه ایرانцев، آخرمون نه اوف هست ولی یف بعد حرف ц. خوب بعدی کلماتی که با ی ختم میشن، اینم حرف بی صدا است ولی ی، باز آخرشون یف میشه. مثل اینجا герой شد героев. Я вижу героев. Мы помним героев. خوب کلماتیک با ژ، ش، چ و ش، یعنی 4 تا حرف مر و همچنون مهکی زنگ ختم میشن. ژ، ش، چ و ش بعدشون یی میاد و مهکی زنگ با یی تبدیل میشه. مثلا врач شد врачей. Врач мафред. جمع در فینیتیلی پدیش میشه врачей. Учитель учителей. Я вижу врачей. Я вижу учителей. و خلاصه اگر کلمه با آ ختم میشه، این آ در حالت جمع در فینیتیلی پدیش میره.
مثلا женщина بود در وینیسین پدیش حالت مفرد ولی در حالت جمع وینیسین پدیش شد женщин یا ویژو женщин یا مشینا شد مشین یا ویژو مشین ولی اگر ما طبق این قانون ارو هست کردیم و میبینیم که دو تا حرف بیصدا پشت سر هم مونده که تلفظمونو سخت میکنه باید بین این دو حرف بیصدا یا او یا یه بذاریم مثلا студентка در именительный падеж حالت مفرد بود و در حالت جمع و وینیتیلنی падеж شد студенток студентка студенток я вижу студенток یا دیووشکا شد دیووشک یا ویژو دیووشک و بهتر این فرما رو یاد بگیرید چون در پدیژه ملکی یعنی در پدیژه دو همون فرما به کار میاد یعنی در آینده با همون قوانین دوباره برخورد میکنید و پس من یکم میرم شما میتونید عکس بگیرید و نکته آخر که برای امروز مونده اینه که من قبلا گفته بودم که اسامی در حالت جمع یعنی جمع بستن اسامی استثناهای نسبتا زیادی داره و البته اون اسامی که حالت جمعشون استثنایی تی صرف در پدیش ها هم استثناء است خارج از قانونه پس بهتره اونا رو جدا یاد بگیریم و الان بیشتر این کلمات رو برایتون نشون میدم همه این اسامی جان دارن چون گفتیم که اسامی بی جان در حالت جمع در وینیسین پدیش عوض نمیشن خب در ستون اول شکل مفردشو نوشتم بعد شکل جمعشو در امینیسین پدیش می نویسیم و بعد شکل جمع در وینیسین پدیش خب پس خواهر سیسترا در امینیسین پدیش در حالت مفرد در حالت جمع میشه سیوستری خوهران سیوستری و سیوستری در وینیتینی پدیش میشه سیستور خوب پس ایتا سیوستری در وینیتینی پدیش و در وینیتینی پدیش یا ویژو سیستور من خوهران رو میبینم خوب برادر برات در именительный падеж холоты джам миша братья ва братья дар вничный падеж миша братьев я вижу братьев хуб мать я не модар я не холоты расми мать ту холоты джам дар именительный падеж миша матери, модерго матери, ва матери, дар винительный падеж мише матерей. Я вижу матерей. Хуб дочь, я не дохтар, вали инжо незбате хон водаги. منظورمون و یکم رسمیه چون یه شکل دیگهش معمولی تره میشه دوچکا دختر هم دوچکا میشه دوچکا ولی این دوچ یکم رسمی تره خوب دوچ توالت جام همینیشن پدیش میشه دوچری و دوچری در وینیشن پدیش میشه دچری خوب مثلا родители любят дочерей والدین دختران رو دوست دارن родители любят дочерей خوب سین یعنی پسر بازم نسبت خانوادگی سین جمعش میشه سینویا و سینویا در وینیشن پدیش میشه сыновей. Маслан, мать и отец, модару педар, любят дочерей и сыновей. Мать и отец любят дочерей и сыновей. Хуб, баче куда к ребенок, то латы джам чимище, аслан бы шекли диге, дорост дети мище. Куда кон, я не дети. Дети, ва дети, дар, винительный падеж, мище детей. Детей.
Детей. Хуб, мслан, родители любят детей. Йо, все любят детей. Хаме, куда кон рудус дорен. Человек. Энсон хо мишечи, люди, бозон щеклиш мухталефе, люди. Люди, ва люди, дарвинитин падеш мишечи, людей. 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 Хуб, друг, дуст, достон мишечи, друзья, друзья, друзья. Манхардарс мигам, привет, друзья, дорогие. Друзья, Миша, дарвинитин падеш, друзей, друзей, друзей. Маслан, я ищу друзей. Ман дун более достон нас там. Я ищу друзей. Хупай. Я не ман киру. Джусту джуми кунам. Дороста друзей. Мафули мустахимы. Сосед хамсое. Туалаты джам, Миша. Соседи. 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 Во соседи. Дарвиничный падеж, Миша. Соседей. 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 Хуб. Дядя Аму дои хардуешун дядя Мише ин дарухе джамбастанеш хорейчас конунис. Дядя дар холате джам Мише дяди. Дяди. Я не мысли хамише. Я бо и будет о вас куним о вас хамкарди. Во дяди дар винитин падеш Мише дядей. 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 Хуп, тетя Боз, джам бастанеш маму лие, тетя Миша. Яни, амела холе, Миша, тети. Тети. Боз, я бо и. Табдильшо дростева тети. Душекль, митоне дрош, ты больше дар винитный падеж. Йо, тетей. Йо, тетей. Йо, теть. Теть. Маслан, я вижу тетей. Йо, я вижу теть, Миша говорит. Душек мумкены. Бит хамеро. Текрор куним. Сестры. Дар именительный падеж. Дар винительный падеж, Миша. Сестер. Сестры. Сестер. Братья. Братьев. Матери. Матерей. Дочери. Дочерей. Сыновья, сыновей, дети, детей, люди, людей, друзья, друзей, соседи, соседей, дяди, дядей, тети, ее тети, ее теть. Пас мибинит اون آخر یه دارن درسته؟ آخر یه بیشترشون دارن که در واقع یکی از آخرهای کنونی هست که بخش اول درس یاد گرفتیم فقط تنها فرقش اینه که این آخر یه اینجا به شکل جمع اسامی چسبونده میشه ولی اون بار قبلا به شکل مفردش به این شکل چسبونده میشد خوب ولی سخت هم زیاد نیست امیدوارم نسبتاً راحت یاد بگیرید. خوب بریم سراغ تکلیف. برای تمرین لطفاً از لینک زیر برید سایتمون اونجا تمرین براتون هست. خوب اگر از این درس خوشتون اومده باشه لطفاً لایک بذارید. به کانالمون سابسکرایب کنید اگر تازه اومدید و زنگوله اطلاع هم بزنید. اگر دوستانتون میخوان روسی رو یاد بگیرن یا شما میخواد یکی از دوستانتون روسی یاد بگیره بهشون هم کانالمون رو معرفی کنید خوب، увидимся на следующем уроке. Всем пока!